problem with his lawyer. That's my car. انسان برای رشد و توسعه راه طولانی را پیموده است. گسترش روزافزون علوم و صنایع در جهت به خدمت گرفتن از آنها برای سهولت زندگی و کاستن از دغدغه هاست. رخدادهای غیر مترقبه همواره بشر دوراندیش را متوجه وضعیت ناامن زندگیش در گوشه و کنار جهان می کند. از همین رو جبران خسارتهای ناشی از حوادث در طول تاریخ دغدغه ذهن بشر تلقی می شده و اندیشه خلق بیمه را می توان تا هزارهای پیشین جستجو کرد. بر اساس شواهد باستانشناسان، اولین آثار بیمه مربوط به دریانوردان فنیقی در قرون قبل از میلاد و در ایران باستان کتیبه های مربوط به بنای تخت جمشید می باشد. بیمه به عنوان یک حرفه در جهان از فلورانس ایتالیا آغاز می شود. سابقه تأسیس شرکت بیمه لویدز به عنوان یکی از نام‌های مهم بیمه به اواخر قرن 17 برمی‌گردد. در سال 1269 به دنبال مذاکرات ایران و روسیه امتیاز فعالیت در زمینه بیمه به یک تبعه روسی واگذار می‌شود که 3 سال بیشتر دوام نمی‌آورد. بیست سال پس از اولین قرارداد در سال 1289 دو شرکت روسی اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت می کنند. تصویب قانون ثبت شرکت ها در سال 1310 موجب فعالیت های دوباره شرکت های بیمه خارجی می شود. نهایتا در سال 1314 اولین شرکت بیمه ایرانی با سهام 100% دولتی تأسیس می شود. 80 سال پس از آن تاریخ اکنون در ایران 30 شرکت بیمه‌ای با بیش از 900 شعبه نزدیک به 35,000 نمایندگی و کارگزاری و قریب به 20,000 کارمند مشغول فعالیتند. ضریب نفوذ بیمه در کشورمون در حال حاضر در حدود 2% که این شاخص میانگین جهانیش در حدود 7%. از طرفی سرانه حق بیمه تولیدی در کشور ما نزدیک به 100 دلار هست که این شاخص هم میانگین جهانیش 700 دلاره. همچنین سهم حق بیمه زندگی در کل حق بیمه های تولیدی در کشور ما نزدیک به 10% هست که این شاخص هم میانگین جهانیش در حدود 50%. صنعت بیمه اکنون یکی از ارکان اقتصادی جهان است و حق بیمه تولید شده در ایران سال 1391 بالغ بر 131 هزار میلیارد ریال و خسارت‌های پرداختی بالغ بر 78 هزار میلیارد ریال می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1382 فعالیت بیمه منحصر به 4 شرکت بیمه دولتی بوده است. در سال 1381 با تصویب قانون تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی بنیانگذاران بیمه رازی موفق شدند به همراه 3 گروه دیگر اجازه تأسیس اولین شرکت‌های خصوصی در ایران را دریافت کنند. شبکه فروش
شرکت بیمه رازی اکنون در 30 منطقه کشور شعبه دارد. بیشتر این شعب در ساختمان‌های ملکی و تأسیسی شرکت در استان‌های مختلف استقرار دارند. قریب 1000 نمایندگی عمومی، 300 نمایندگی بیمه عمر و 200 کارگزار همکار و نزدیک به 500 نفر کارمند متخصص و توانمند امر ارائه خدمات شرکت را بر عهده دارد. گستره خدمات بیمه رازی. واحد بیمه های مسئولیت بیمه رازی شامل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، بیمه های مسئولیت حرفه‌ای، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول. بیمه واحدهای مهندسی شامل بیمه تمام خطر پیمانکاران، بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران، بیمه شکست ماشین‌آلات، بیمه فساد کالا در سردخانه و بیمه تجهیزات الکترونیکی. واحد بیمه های باربری قادر به ارائه خدمات در همه بخش های بیمه باربری می باشد. واحد بیمه های زندگی شامل بیمه های عمر زمانی، بیمه تمام عمر، بیمه عمر و پسنداز، بیمه عمر و سرمایه گذاری. طرح مخصوص بیمه رازی، طرح طلوع با 12 ویژگی ارزشمند از جامع ترین انواع بیمه های عمر در سراسر کشور به حساب می آید. واحد بیمه های اتومبیل شامل بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنی اتومبیل. واحد بیمه های آتش سوزی شامل آتش سوزی واحد های مسکونی، مراکز صنعتی، مراکز غیر صنعتی و انبارها. سیل، سقوط هواپیما و زلزله در این گروه قرار می گیرند. بیمه تکمیل درمان، بیمه مسافرتی خارج از کشور، انواع بیمه های خاص، بیمه هواپیما، بیمه کشتی، بیمه تضمین کیفیت ساختمان، بیمه اعتبار و بیمه پول. تا کنون بیش از 7 میلیون نفر از هموطنان عزیز من خدمات بیمه‌ای مورد نیاز در پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی خود را نزد این شرکت بیمه کرده. بخشی از قراردادهای مهم بیمه‌ای شرکت بیمه رازی طی سالهای اخیر بدین شرحند: بیمه جامعه عملیاتی فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی در سال 1391 به عنوان بزرگترین پروژه بیمه‌ای آن سال در کل صنعت بیمه که با رهبری بیمه رازی و مشارکت سایر شرکت‌ها انجام شد. بیمه سازه‌های دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در اصلویه و نکا طی سالهای 1391 تا کنون. بیمه تونل توحید، تونل صدر، نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر طی سالهای 86 تا 91. بیمه آتش سوزی همه تأسیسات و وسایل نقلیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران طی سالهای 1390 و 1392. بیمه همه تأسیسات شرکت نفت پسردار طی سالهای 1391 تا کنون. بیمه ماشین‌آلات شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت طی سالهای 1391 تا کنون. بیمه 30% همه خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال 1392. بیمه درمان کارکنان سازمان مهندسی عمران شهر تهران طی سال‌های 1386 تا کنون. بیمه درمان 15,000 نفر کارکنان قرارگاه سازندگی کربلا طی سال‌های 1390 تا کنون. بیمه درمان کارکنان شرکت پایانه‌های
صادراتی نفت ایران طی سالهای 1386 تا 1388 و 1391 تا کنون. بیمه مسئولیت ساختمان مرکزی بانک آینده در سال 1392. طی این سالها قریب 500 هزار نفر از هموطنان من از این شرکت خسارت دریافت داشتند. خسارت‌های پرداختی بیمه راسی تا این سال‌ها از مرز 5000 میلیارد ریال گذشته است. شرکت بیمه راسی عملکرد خود را در پیشگاه عالی‌ترین مراجع رسمی کشور به داوری گذاشته و برای حسن عملکرد خود اسناد افتخار فراوان دریافت داشته است. کسب تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال 1391. کسب گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سالهای 1389 و 1390. دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی از دهمین دوره جایزه ملی تعالی در سال 1391. کسب تندیس و لوح سپاس به عنوان پیشرو در مدیریت سلامت اداری از وزارت دادگستری. کسب نشان بین المللی اعتماد مشتریان در صنعت بیمه TBI بر اساس شاخصهای تعیین شده اتحادیه اروپا. دریافت تندیس بین المللی نقره‌ای برای تعالی و کیفیت از انجمن Otherwise Association of Management and Consulting آلمان در سال 2013. کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2001-2000 از شرکت‌های DNV و SGS در همه سال‌های فعالیت شرکت. بیمه رازی در حال حاضر با افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال جزو 10 شرکت بیمه برتر در کشور محسوب میشه و این برنامه افزایش سرمایه برای سال 1393 نیز کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. چشمانداز ما برای 10 سال آینده قرار گرفتن در بین 5 شرکت برتر بیمه‌ای در کشور هست. برای این منظور قصد اونو داریم که با گسترش شعب و نمایندگی‌های بیمه در سراسر کشور و همچنین خارج از کشور به هدف خودمون نائل بشیم. بیمه رازی می‌کوشد با ارائه بهترین خدمات امنیت خاطر مشتریان خود را فراهم سازد و عامل مهمی در تحول و صنعت بیمه کشور باشد. ارمغان ما رضایت و اطمینان در مسیر توسعه و تعالی است. بیمه رازی، برترین انتخاب.